معرفی یک موزه. موزه ملی دل پرادو، مادرید. موزه دل پرادو در شهر مادرید در اسپانیا یکی از مهمترین موزه های هنری دنیا، معروفترین موزه اسپانیا و از مهمترین مکانهای گردشگری مادرید است. ساختمان این موزه در سال 1785 به دستور پادشاه وقت کارلوس سوم و توسط معمار معروف اسپانیایی خوان دی ویلانووا طراحی و ساخت آن آغاز شد. این بنا در ابتدا قرار بود میزبان آثار تاریخ طبیعی باشد. پس از کارلوس سوم، پسرش کارلوس چهارم به پادشاهی و پس از وی نیز پسر او فردیناند هفتم به قدرت رسید. پس از اتمام کار ساختمان، این بنا کاربرد خاصی نداشت و در دوران حکومت فردیناند هفتم بود که از آن به عنوان موزه استفاده شد. همسر فردیناند هفتم، ماریا ایزابل براگانزا، که زنی جوان و بسیار اهل هنر بود، به پادشاه پیشنهاد کرد تا از این ساختمان به عنوان یک موزه استفاده کند و به این ترتیب موزه سلطنتی نقاشی و مجسمه شکل گرفت. یک سال پس از مرگ غم‌انگیز ملکه ماریا ایزابل، در نوامبر سال 1819 موزه سلطنتی نقاشی و مجسمه رسماً افتتاح شد و دربهای خود را بر روی عموم مردم گشود. در این سال، مجموعه این موزه شامل بیش از 1500 اثر بود. پیشینه جمع‌آوری مجموعه آثاری که امروزه گنجینه موزه دل پرادو را تشکیل می‌دهد، به دوران حکومت شارل پنجم در قرن 16 برمی‌گردد و در دوران حکومت پادشاهانی از خاندانهای هابسبورگ و بوربون این مجموعه بزرگ و بزرگتر شد. پس از مرگ فردیناند هفتم در سال 1833 دخترش ایزابلای دوم به پادشاهی رسید. در جریان انقلاب شکوهمند اسپانیا در سال 1868 پادشاهی ایزابلای دوم سقوط کرد. تا این سال موزه دل پرادو به عنوان یک موزه سلطنتی فعالیت می کرد و پس از انقلاب این موزه با عنوان موزه ملی دل پرادو به فعالیت خود ادامه داد. در آن زمان این موزه بسیار کوچک بود و در سال 1918 فضای این موزه برای اولین بار گسترش پیدا کرد و در طی دهه‌های بعدی ساختمان‌های دیگری به این موزه اضافه شد تا دل پرادو بتواند آثار بیشتری را در معرض نمایش عموم قرار دهد. اسپانیا در تاریخ جنگ‌های داخلی و خارجی بسیاری را به خود دیده است. از مهمترین این جنگ‌ها می‌توان از جنگ شبه جزیره از سال 1808 تا سال 1814، جنگ داخلی اسپانیا بین سال‌های 1936 تا 1939 و نیز جنگ جهانی دوم نام برد. این کشور در دوران جنگ جهانی اول کشوری بی‌طرف بود. در دوران جنگ‌های مختلف در اسپانیا از گنجینه موزه دل پرادو به شیوه‌های مختلف محافظت می‌شد. با شروع جنگ داخلی اسپانیا و با پیشنهاد سازمان جامعه ملل، مهمترین آثار موجود در این موزه به شهر والنسیا منتقل شد و با گذر از شهرهای بارسلونا و فیگرس، این گنجینه هنری در نهایت 3 سال بعد به شهر ژنو در کشور سوئیس رسید. آثاری از ال گرکو، تیسین، پیتر پول روبنز، دیگو ولاسکز و فرانسیسکو گویا در میان آثار منتقل شده بودند. در جریان نجات گنجینه آثار هنری اسپانیا، موزه های مختلفی از کشورهای دموکراتیک با یکدیگر همکاری کردند. همبستگی موزه های معروف لوور پاریس، گالری ملی و گالری تیت لندن، موزه سلطنتی هنرهای زیبای بلژیک و موزه متروپولیتن نیویورک نمایشی بی‌نظیر از اتحاد جهانی جهت حفظ گنجینه هنر اسپانیا بود. این آثار در نهایت در ماه می و جون 1939 به مادرید بازگردانده شد.
امروز موزه دلپرادو صاحب حدود 8600 اثر نقاشی و حدود 1000 اثر مجسمه، بیش از 9000 اثر طراحی، بیش از 6000 اثر چاپ دستی، بیش از 9000 قطعه عکس و نیز آثاری از هنرهای تزئینی است. در میان مجموعه نقاشی این موزه، شاهکارهایی از هنرمندانی همچون روخیر واندر ویدن، هیرونیموس بوش، آلبرشت دورر، رافائل، تیسین، پیتر بروگل، ال گرکو، کاراواجو، نیکولا پوسن، رمبراند، پیتر پول روبنز، دیگو ولاسکز، آنتونی وان دایک و فرانسیسکو گویا دیده می شود. در مجموعه مجسمه های این موزه نیز آثاری از دوره های مختلف تاریخی از دوران یونان و روم باستان تا قرن بیستم به چشم می خورد. این موزه با فضای 15400 متر مربع در رتبه 28 بزرگترین موزه های هنر دنیا قرار دارد و در سال 2019 با حدود 3,497,000 نفر بازدید کننده به عنوان 15 موزه هنر پربازدید دنیا شناخته شد. نکات جالب درباره موزه دلپرادو و آثارش. 1. موزه دلپرادو نام خود را از خیابانی که در آن واقع شده گرفته است. در این خیابان همچنین دو موزه معروف و درجه یک دیگر قرار دارند. موزه ملی مرکز هنر رینا سوفیا و موزه تیسن بورنمیسا در خیابان پاسو دل پرادو در مادرید و در نزدیکی موزه دل پرادو واقع شدند. این سه موزه را مثلث طلایی هنر نامیدند. 2. تابلوی مشهور گرنیکا اثر پابلو پیکاسو که توسط این هنرمند برای نمایش در غرفه اسپانیا در نمایشگاه جهانی پاریس در سال 1937 نقاشی شده بود، با شروع جنگ جهانی اول و با موافقت شخص هنرمند به آمریکا منتقل شد. گرنیکا در نهایت در سال 1981 به اسپانیا بازگردانده شد. این شاهکار هنری مدتی در موزه دلپرادو قرار داشت تا اینکه در سال 1992 به موزه رینا سوفیا انتقال یافت. این انتقال به این دلیل انجام گرفت که موزه دلپرادو تصمیم داشت تا تمرکز خود را بر روی آثار قرن 19 و پیش از آن قرار دهد. 3. این موزه بزرگترین مجموعه از آثار سه نقاش بزرگ پیتر پول روبنز، دیگو ولاسکز و فرانسیسکو گویا را دارد. 4. این موزه صاحب بزرگترین مجموعه از آثار استادان بزرگ اسپانیایی است. 5. از سال 1936 تا سال 1939 هنرمند بزرگ و مشهور اسپانیایی پابلو پیکاسو مدیریت موزه دلپرادو را بر عهده داشت. 6. این موزه همواره تقریباً 15% از آثار موجود در مجموعه خود را به نمایش عموم گذاشته است. 7. امروزه در وبسایت رسمی موزه دلپرادو تصاویر حدود 5600 اثر از مجموعه این موزه با کیفیت بالا در دسترس عموم مردم قرار دارد.